سرخط مهمترین خبرها تنش آبی افغانستان و ایران پس از افتتاح بند کمال خان رحمانی ساختن بند حق ما است و در اخیر پس از افتتاح بند کمال خان توسط اشرف غنی و بلند شدن ناله های ایران با آسمان این بار نوبت پاکستان رسید به نام یاد خدا و با عرض سلام به کسیگر از ویدیوی کانال جنرال انفو خوش آمدید. نمایندگان مجلس در نشست روز چهارشنبه 18 مل این نهاد به اقدام مجلس نمایندگان ایران که در واکنش به افتتاح بند کمال خان در نیمروز مصوبه را برای افزایش حق آب آن کشور تصویب کرده واکنش نشان دادند. میررحمان رحمانی رئیس مجلس گفت که مدیریت آب و ساختن بندها حق مردم افغانستان است. رحمانی افزود ما به عنوان یک جغرافیای مستقل مطابق قانون و معاهدات بین المللی می توانیم از آبهای داخلی کشور خیش مدیریت درست کرده استفاده عظیمی کنیم. رئیس مجلس نمایندگان تاکید کرد که افغانستان علاقمند زندگی مسالمت آمیز و بدون مداخله و توائم با حسن همجوری با کشورهای همسایه خود است. اخیراً مجلس شورای اسلامی ایران طرح را در واکنش به افتتاح بند کمال خان در ولایت نیمروز تصویب کرده است. در ویدئویی که از جریان نشست مجلس ایران منتشر شده یک عضو این مجلس میگوید با افتتاح بند کمال خان آبهای مناطق مرزی آن کشور خشک شده است. بند کمال خان در 4 حمل توسط اشرف غنی رئیس جمهور افتتاح شد. او در مراسم افتتاح این بند گفت که افغانستان متحد بر رعایت حق آب ایران بر اساس موافقتنامه‌ای است که در زمان صدارت محمد شفیق امضا شده است. اشرف غنی در این مراسم خطاب به ایران گفت که دیگر آب مفت نمی‌دهیم بلکه با افتخار آب را در بدل نفت می‌فروشیم. بند کمال خان در 18 کیلومتری جنوب شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز در مسیر رودخانه هلمند اعمار شده که از کوههای افغانستان سرچشمه گرفته و به دریاچه هامون دریاچه مشترک میان افغانستان و ایران سرازیر می شود. این بند ظرفیت ذخیره 52 میلیون متر مکعب آب را داراست. بند کمال خان بیش از 1,084,000 هکتار زمین را آبیاری و بیش از 9 مگاوات انرژی برق تولید خواهد کرد. بند کمال خان در کنار بندهای سلما در هرات و بخش آباد در فرا از بزرگترین بندهای آبی در غرب کشور به شمار می رود. ایران همواره با اتفاقات در مسیر رودخانه های منتهی به این کشور با حساسیت نگاه کرده است. ساختن بند کمال خان و آبگیری آن نیز یکی از نگرانی هایی است که در سالهای گذشته حتی موجب تهدید افغانستان از سوی مقام های ایرانی شده است، زیرا این امر سبب کاهش آب در آن سوی مرز می شود. اما رئیس جمهور بارها گفته آب افغانستان از نفت ایران ارزشمندتر است و بر مدیریت این منابع کشور تاکید کرده است. اداره ملی تنظیم امور آب در سال روان کار ایجاد 44 بند آبگردان جدید آغاز می شود. مقام ها می گویند برای بهره برداری بیشتر از آبهای افغانستان سعی دارند تا بندهای بیشتر را ایجاد کنند. کارشناسان باور دارند که اعمار بندهای آب می تواند افغانستان را در تولید برق و حاصلات زراعتی به خودکفایی برساند. اداره ملی تنظیم امور آب می گوید مطالعات امکان سنجی و دیزاین تفصیلی 44 بند آبگردان در 21 ولایت این کشور به مرحله نهایی رسیده است. قرار است قراردادهای اعمار این بندها به گونه جداگانه در ماه ثور سال روان امضا و کار عملی اعمار آن شروع شود. بر اساس محاسبه تخنیکی اداره ملی تنظیم امور آب مصارف مجموعی اعمار این 44 بند آب بیش از 600 میلیون دلار آمریکایی تخمین شده است. گفته می شود در صورت تکمیل و بهره برداری در مجموع این بندها ظرفیت ذخیره 1200 میلیون متر مکعب آب، آبیاری 320,000 هکتار زمین زراعتی و به طور تخمینی ظرفیت تولید 97 مگاوات برق را خواهند داشت. این اداره گفته است که با آغاز کار این بندها برای صدها هزار جوان نیز زمینه کار فراهم خواهد شد.
محمد شبیر بشیری رئیس مرکز استراتژیک مهار و مدیریت آبهای افغانستان گفت استفاده از بندهای آبگردان و مخصوصاً از بند آب سلمای هرات به گونه درست صورت نگرفته است، چرا که زیربنا لازم موجود نیست. او افزود از بند سلمای هرات دو نوع استفاده باید صورت می گرفت. اول آبیاری زمین های زراعتی و دوم تولید برق و توزیع این برق به صنعت افغانستان که هنوز حکومت در این قسمت موفق عمل نکرده است. از سوی دیگر محمد بشیر استاد دانشگاه کابل میگوید اعمار بندهای آبگردان در افغانستان میتواند این کشور را از نظر تولید برق و حاصلات زراعتی به خودکفایی برساند. این استاد دانشگاه میگوید اعمار بندهای آبگردان از نظر پرورش ماهی، تولید و برداشت گندم و دیگر حبوبات و تولید برق بسیار مفید است و اعمار این بندها میتواند اقتصاد افغانستان را رشد دهد. این کارشناس آب تأکید میکند اگر بندهای کافی در ولایت‌های جنوب و جنوب غرب افغانستان اعمار گردند میتواند 94 برابر انرژی برق که اکنون از آب‌های افغانستان تولید میشود برق تولید شود و از آبیاری زمین‌های زراعتی این ولایت‌های جنوب و جنوب غرب افغانستان برای بیشتر از 90 میلیون تن گندم و جو مورد ضرورت تامین میشود. این در حال است که چند روز قبل محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز گفت من نمیخواهم بند آبگردان کمال خان به سرنوشت بند سلمای هرات گرفتار شود. با گزارش اداره ملی تنظیم امور آب در حال حاضر کار اعمار چندین بند از جمله بند شاه و عروس، پاشدان، کجکی و سراب در افغانستان جریان دارد. در اوایل امسال نیز بند کمال خان با ظرفیت 52 میلیون متر مکعب آب در ولایت نیمروز افتتاح شد. با افتتاح بند شورابک بدخشان حدود 15,000 خانواده صاحب برق خواهند شد. بند برق شورابک بدخشان در آستانه افتتاح قرار دارد. مسئولان اداره تنظیم انرژی افغانستان میگویند که بند برق شورابک ظرفیت تولید حدود 8 مگاوات برق را دارد. با عملی شدن این پروژه 15,000 خانواده در فیض‌آباد صاحب برق خواهند شد. برخی از احزاب با طرح مستقل به استانبول می رود. خبرگزاری 8 صبح کابل. در حالی که شورای عالی مصالحه ملی تلاش برای توحید دیدگاه‌ها و طرح‌ها را ادامه داده است، برخی از احزاب می گویند که آنان با طرح مستقل به نشست استانبول می روند. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدئوهای بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب نمایید. شبتان خوش.